با تحلیل آزمون گلادیاتور در خدمتتونیم. 50 تا سواله، بریم انشاءالله برای تحلیل. سلام 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 بر گلادیاتورهای عزیز. خب بچه ها یک لحظه چیزش کن. سلام مجدد، سلام مجدد. خب یکی که پنج تا بچه تحلیل میکنیم، هر نفر بیاد پنج تا رو با هم تحلیل کنیم. آره خب قرار داشتم فایلو. آره فایل آزمون داشتم. خب واسه کن حسین جان، اول نفر میان کی میاد برای تحلیل؟ نفرات برتر هم میخونیم. حسین چیز جان بگو نفرات برتر رو با ما بدن امروز که امروز بخونیم. میتونم درصد بچه ها استوری کنیم، درصد بچه ها استوری کنیم. آره ده. خب یکی بس کنید حسین جان، با پهلوان جان. خب اولین سوال رو چند زدید بچه ها؟ اولین سوال رو چند؟ سلام خوبان، خوبان سوال یک چند زدید خوبان؟ اصلا سوال یک من اشتباه زدیم متاسفانه. تو اشتباه زدیم؟ خب بله. سوال یک، درون تخمدان خانمی، خب داخل تخمدان، پس حواستون باشه که داخل تخمدان باید باشه، یعنی اتفاقی که میفته تو صورت تو گزینه ها باید درون تخمدان باشه. هر مامیاختی یا اوسیدی که در مرحله فولیکولی وجود میاد، یعنی اوسید ثانوی است نه؟ اوسید چیه؟ ثانوی. چون اوسید اولی در دوران جنینی وجود اومده. درست درست. کروموزوم های آن در دوران جنینی مضاعف شدن؟ بله. قطعا درسته. چون کروموزوم های اوسید بعد جنینی اصلا مضاعف نمیشن. یعنی G1S G2 در دوران جنینی بوده، پس این گزینه درسته. در مرحله لوتال یافت می شود، اوسیدی که داخل تخمدان یافت میشه اولیه است یا ثانویه است؟ در مرحله لوتال هیچ کدوم نه دیگه، اوسید اولیه یافت میشه دیگه. چون بچه ها مگه اوسید ثانویه که آزاد شده روز 14 درسته؟ بله. خب اوسید ثانویه که آزاد شده از قبل یک سری اوسیت اولیه دیگه بودن دیگه نه؟ داخل هر تخمدان کلی اوسیت اولیه هست، هر ماه یکی از اینا تقسیم میشه، پس این اوسیت اولیه بوده درسته؟ درست. خب فامتن های در طول کنار همان درسته؟ ها؟ بله. توسط یاخت های تغذیه تقسیم میشن، توسط یاخت های فولیکولی تغذیه میشه، هم اولیه میشه هم ثانویه میشه، هم اولیه هم ثانویه. با تقسیم خود یاخته تکرار میسازن، غلطه. اولا خیلی از اووسیتا از بین میرن، تقسیم نمیشن. دوما این داخل تخمدان اصلا اووسیت ثانویه هیچ وقت داخل تخمدان تقسیم نمیشه. اووسیت ثانویه هیچ وقت داخل تخمدان تقسیم نمیشه. دال لایه ژلی اون به جدار لایه تبدیل میشه، اووسیت ثانویه است. اووسیت چیه؟ ها؟ ثانوی است. خب در پی تقسیم کاسما هسته با هسته اسپرم ادغام میشه، این درسته، ولی اتفاق تو لوله فالوپه. تو لوله چیه؟ ها؟ فالوپه. این داخل تخمدان نیست، پس این گزینه چیه؟ غلطه. دارای کروموزوم دو کروماتیدی، هم اولی است هم چیه؟ هم ثانوی ثانوی است.
درون انبانک بوج اومده؟ نه، اولیه تو انبانک بوج ننمیده، دوران جنینی بوج اومده، بعد دورش سلول فولیکولی احاطه کرده. آندرسن استاد 84 زدم خوبه؟ 84 خیلی عالی زدی، 84 عالی زدی. این گفت سوالا چجوری بود؟ استاد سوال خیلی خوب بود، استاندارد سطحش به کنکور نزدیک. حالا سوال دور بزنیم ها، با هم تحلیل کنیم. هر نفر دو تا بیا تحلیل کنیم، هر نفر بیا دو تاش تحلیل کنیم. سوال دو رو بزنیم. چند زدی؟ سوال دو زدم سه بکنم. آفرین، درست زدی، کاملا صحیح، جواب گذشت سه میشه. خب یاخته واقع در لوله گوارش. پس به این بچه که گزینه برای ما شرط گذاشته صورت سوال که این یاخته ما تو لوله چی باشه؟ ها؟ گوارش. گوارش باشه. در پی کم ترشی یاخته ترشکاند اسید در لایه مخاطی. HCl تو سلول کناری ساخته میشه نه؟ بله. نوعی پیک شیمیایی از کلیه زیاد میشه. اگر یاخته کناری کم کار بشن، فاکتور داخلی معده تک ترشح نمیشه. فاکتور داخلی هم نباشه، به 12 جذب نمیشه. فولیک اسید فعال نمیشه. تقسیم کم میشه. آنمی میگیریم، کم خونی میگیریم. هورمون اریتروپویتین از کلیه و کبد زیاد میشه. این گزینه درسته. پرکاری تیروئید. سوخت و ساز زیاد میشه، درسته؟ درست. سوخت و ساز زیاد میشه. سوخت و ساز که زیاد بشه، هاشیه مثبت، اناده هاشیه مثبت زیاد میشه. طول اناده هاشیه مثبت زیاد میشه. افزایش یاخته هدف سکرتین. یاخته هدف سکرتین کجا آقای دکتر؟ آفرین، داخل لوزالمعده. پس لوزالمعده جزء اندام مرتبط با لوله گوارشه، جزء لوله گوارش نیست. پس این گزینه چیه؟ نادرسته. کمکاری ترش کننده فاکتور داخلی. اینا اسید هم میسازن، HCl میسازن نه؟ یاخته کناری هم. یاخته کناری کم بشن، چرا هضم پروتئین دستخوش تغییر میشه آقای دکتر؟ خاطر اینکه پپسینوژن فعال نمیشه، این تبدیل به پپسین نمیشه. آفرین، چون تبدیل پپسینوژن به پپسین HCl میخوایم، پپسین تولد پپسین کم میشه، هضم پروتئین دستخوش تغییرات میشه. پس اینم درسته، جواب گزینه چی میشه؟ سه میشه. آفرین، 86 زدی ها؟ ترکیبی هم بله. خب عالی، خیلی عالی زدی، خیلی عالی زدی. انشالله بینیم. ممنون استاد تدریس. خواهش کنیم. قربان شما، خدا حافظ. یکی دیگه بیاد رو خط. بیاد رو خط سوال 3 و 4 رو تحلیل کنیم. سوال 3 و 4. یک نفر دیگه بیاد. سلام استاد. سلام، خوب هستی؟ اسم چیه؟ ممنون، من بیتا هستم. بیتا. ببخشید استاد، من یه سوال در خصوص نکته تست اسفند داشتم ازتون. بفرمایید. میشه بپرسم؟ ببخشید استاد، این جلسات آفلاینی که گذاشتین آنلاین هم تدریس میکنین یا فقط بله، آفلاین می‌بینین؟ بله، هزار بار تو کلاس گفتیم، اولش هم گفتیم، آخرش گفتیم، وسطش گفتیم. اونا تو عید گذاشتیم، بچه‌هایی که سرشون خلوت بود گفتیم طول عید حداقل بیکار نباشن. بله، ممنونم ازتون، مرسی. خواهش می‌کنم. حالا سوال 3 رو چند زدی؟ قد شد؟ یکی بیا سوال 3 رو بزنی. الو، سلام خانم هیداری. سلام استاد، خسته نباشید. متشکرم. ببخشید، من سوال 3 رو گزینه 4 دادم. آفرین، سوال 3 گزینه 4 میشه. چرا یک غلطه؟ چرا یک غلطه؟ به خاطر اینکه گفته حلقه انقباضی در قشای هسته تشکیل میشه. آفرین، اگه این قشای سلول بود درست بود. حلقه انقباضی، خب حلقه انقباضی توی قشای سلول تشکیل میشه. قشای هسته غلطه، قشای هسته غلطه. دو چرا غلطه؟ دو هم که اصلا گفته کروموزوم ها فشرده شدن زمانی که آفرین زمانی که اسپرماتید به اسپرم تبدیل میشه، هسته فشرده میشه. آره، قبل از اینکه یاختای حالت کشته بچن، اگه این میگفت هسته ها فشرده میشن درسته. هسته فشرده میشد، کروموزوم ها فشردگیشو از دست میدن.
کردا فشردگیشو از دست میدن، هسته فشرده میشه، در سر هسته به صورت مجزا قرار میگیره. چون گفته کروموزوم غلطه. اگه میگفت هسته درست. سه چرا غلطه؟ آخه یافته های حاصل از اسپرماتوسیت اولیه، یعنی همون اسپرماتوسیت ثانویه. آفرین. یافته حاصل از اسپرماتوسیت اولیه میشه ثانویه، نه؟ میشه چی؟ ثانویه. حالا وقتی ثانویه به اسپرماتوسیت تبدیل شه، اصلا ثانویه کروموزوم همتا نداره بنده خدا. اصلا کروموزوم همتا نداره. این کاملا غلطه. کاملا چی؟ غلطه. ولی گزینه 4 کاملا صحیحه. یاخته های حاصل از اسپرماتوسیت ثانویه میشه اسپرماتید. حالا میخواد به اسپرم تبدیل شه، قبل از اون که مقدار سیتوپلاسم از دست بده، قبل این باید از هم جدا بشن و تاجگدار بشن. یا گزینه چند میشه؟ 4 میشه. آفرین. چند درصد زدی خانم دکتر؟ استاد من 70 دادم، ولی خب اصلا خودم راضی نبودم، به نظرم باید خیلی بهتر میزدم. آزمونش چجوری بود؟ آزمونش راضی بودین؟ به نظرم آزمون خوبی بود، ولی من یه سری فصل‌ها رو فرصت نکردم خیلی تست بزنم، حس می‌کنم به خاطر همون بود یه مقدار بی‌دقتیام زیاد بود. خیلی خب، انشالله. حالا به نظر شما درصد 70 آره، برای این آزمون درصد 77 خیلی خوب بوده. انشالله تو نقطه سه اردیبهشت هم خیلی تست کار کنیم، خیلی بهتر میشه. انشالله. نقطه تست 4 چهار رو شنگزه. گزینه 2 میشه. جیم و دال به نظرم باید. جیم و دال درست میشه. جیم و؟ دال. خب. جواب گزینه 2 میشه، ولی انتخابات درست نبوده. انتخابات درست نبوده. ب و دال درسته. علفش هم میدونم که ترشح پپتین از یافته اصلی اشتباهه، چون ترشح پپتین خانم حیدری قده گفته نه؟ از من اولین گزینه که رد میکنم جیمه. به این گفته یاخته های واقعی در قده معده. خب مشخص یاخته پوشی سطحی در حفره، در کجان؟ حفرات معده. درسته؟ حفرات معده. پس جیم کاملا غلطه نه؟ درسته؟ الف هم غلطه. چرا؟ یا گاسترین کم بشه، ترشح اسید کم میشه، پهاش معده زیاد میشه، ترشح پپسین غلطه. بعد میگفت چی؟ پپسینوژن. چون پپسین ترشح نمیشه که، پپسینوژن. اگه میگفت پپسینوژن درست. پس دو این الف هم. ولی به کاملا صحیحه. یاخته کلوریدریک اسید زده، این دیگه اسید دیگه ای باشه. نه، وقتی HCl سلک HCl میسازن، فاکتور داخلی هم میسازن. فاکتور داخلی نباشه، کارکرد فولیک اسید مختل میشه. نه، درسته. چون کارکرد صحیح فولیک اسید به B12 وابسته است. اینم درسته. ترشح فاکتور داخلی معده، چون اسید ترشح نمیشه، حذف پروتئین دستخوش تغییر میشه. جواب گزینه چند شد؟ 2 شد. استاد یه سوال دیگه ببخشید، من رو سوال 1 گزینه ب یه اشکالی داشتم، میشه زحمت بیارینش من سوالمو بپرسم؟ گزینه ب استاد گفته که اووسیتی که در مرحله لوتئال یافت میشه، فانتنهای همتای آن در از طول در کنار هم قرار گرفتن. استاد مگه اووسیتای اولیه اونایی که فولیکولاشون نابالغه ممکنه از بین بره؟ اصلا به مرحله بعد از کنفازه. خب من نگوش کنید، من گفتم هر مام یاخته ای که در مرحله ایدوال یافت میشه، ولی اون که از بین رفته دیگه یافت نمیشه دیگه، متشکرم. به هر حال اون هر مام یاخته که تو مرحله ایدوال یافت میشه اولیه است، قطعا هم کرده همتا داره و در طول هم کنار هم قرار گرفتن. یعنی هر اووسیت اولیه وقتی توی مرحله لوتئال یافت بشه، حتما از مرحله پروفاز 1 عبور کرده، تو پروفاز 1 متوقف شده. تو پروفاز 1 متوقف شده. آخه مگه در مرحله پروفاز 1 ما کروموزومای همتا داشتیم، یعنی تترات داریم؟ بله دیگه، اصلا تشکیل تترات تو پروفاز 1 خانم دکتر. ببین تشکیل تترات در کدوم مرحله است؟ آها، تو پروفاز چنده؟ آها درسته. اصلا من اینجا اشتباه کرده بودم، اینو گزینه 1 زده بودم، این گزینه رو اشتباه گرفته بودم. نکن اینجا این شکل نکن، این شکل نکنید. این مامیاخته اولیه است، نه؟ این مامیاخته اولیه است. کرزا در طول کنار هم هست، حتی اینجا کراسینگ ها برم داده. کراسینگ؟
پس مامیاخت اولی توانه کراسینگ آور داره، ولی مامیاخت ثانوی اصلا کراسینگ آور نداره. خیلی ممنون استاد، لطف کردیم. خواهش کنیم. ممنون از تدریس خوبتون، خدا نگهدار. خواهش کنم، خدا. یکی دیگه بیا سوال دوتا دوتا دیگه، هر نفر دوتا بزن، هر نفر دوتا. سوال پنج و شیش رو بیا، پنج و شیش نفرات برترم اعلام میکنیم. در چرخه جنسی خانومی که آقای طالبی انواع هورمون مترشح از تخم خودتنظیم منفیه، چون بچه هم استروژن و پروژسترون بالاست، یعنی مرحله لوتاله. مرحله چیه؟ لوتاله. من از اینجا فهمیدم این مرحله لوتاله. خب؟ چون هم استروژن پروژسترون بالاست. انواع هورمون تخمدان استروژن پروژسترونه. تو فولیکول فقط استروژن در حال ترشحه از تخمدان. دیگه پروژسترون ترشح نمیشه. پس اینجا من فهمیدم. زمانی که پوشه هسته در اطراف هر مجموعه کروموزوم ترشح میشه. هر مجموعه، یعنی تلوفاز یک یا دوه دیگه، نه؟ یا تلوفاز یکه یا تلوفاز دوه. خب ببین بچه، گزینه چهار که رد میشه، چون ما تو خانم بالغ اووگونی نداریم، کامل رد میشه. دوم از گفته زمانی پوشه هسته در اطراف هر مجموعه کروموزوم تشکیل میشه، یعنی هاپلوید شده، یعنی هاپلوید شده، یعنی میتوز نیست، این میتوز انجام میده. پس این گزینه هم چیه؟ غلطه، چون این میوز نداره، این میتوز داره. بین این دوتا، بین این دوتا بچا تو مرحله لوتال، تو مرحله چیه لوتال؟ خب اینجا اوسید اولیه تو مرحله لوتال تقسیم نمیشه که، اوسید ثانوی است که تو لوله فالوپ تقسیم میشه. جواب گزینه چی میشه؟ دو میشه. جواب گزینه دو. این توی میوز تو مرحله فولیکولی تکمیل میکنه. اوسه اولیه میوز تو مرحله فولیکولی تکمیل میکنه. پس جواب گزینه دو میشه. اوسه ثانویه زمینه که داره سیتوکینز انجام میده، یاختای ژلاتینیه داخلی، لای داخلیه باشه، به طور به جدار لقایی تبدیل میشه. صفحه سوال بعدی، در انسان سالم و بالغ هر یاخته که به طور موقت یا دائمی تقسیم میشه در مرحله متوقف شده، یعنی جی سپ که کوزا تک کروماتیدی هن؟ نه، اوست اولیه بچه، اوست اولیه توی پروفاز یک متوقف شده، چون تو پروفاز یک متوقف شده کوزاش دو کروماتیدی هن. هر یاخته بنیادی بالغ در مغز استخوان و در بین حفرات بافت اسفنجی، نه بچه، در کبد هم داریم، در کبد هم داریم بچه. ما تو افراد بالغ، تو افراد بالغ یاخته بنیادی بالغ هم داریم تو کبد. هر یاخته خونی جواب سه میشه که خارج از مغز استخوان تقسیم میشه بچه، یاخته خونی گلوله قرمز و سفیدن، قرمز که هیچ وقت تقسیم نمیشه، سفیدا فقط لنفوسیت‌ها تقسیم میشن، سفیدا فقط لنفوسیت‌ها تقسیم میشن، لنفوسیت بی و تی. پس لنفوسیت بی و تی و یاخته خاطر است دیگه، لنفوسیت بی و تی و یاخته خاطرن که تقسیم میشن، اونم دفاع اختصاصی دارن، در قشاشون گیرنده آنتیجنی دارن. هر یاخته تشکیل دهنده جفت، این جفته از تروفوبلاست به وجود بده، نه بچه، دو جفت دو قسمت داره، یکی کوریون، یکی هم دیواره رحمه. این تیکه از تروفوبلاست به وجود اومده، این تیکه‌اش. پس همه اجزای تشکیل دهنده جفت از تروفوبلاست به وجود نیومدن، دیواره رحم از مال مادره بچه، از جزء کوریون نیست. جواب گزینه سه شد. هر لایه زاینده جنین با برونشامه در تماس، بله بچه نگاه کنید، هر لایه زاینده جنین رو نگاه کنید توی دوران جنینی، نگاه کن اینجا رو،
این شکل رو نها کنید. این شکل رو نها کنید بچه ها. جنین سلایه، جنین سلایه اینجا نها کنید. هر سلایهش با کوریون احاطه شده. این بعض درسته. این گزینه درسته. لایه که توسط آنزیم های آکروزوم هضم میشه اون لایه داخلی، لایه داخلی که ژلاتینیه قبل از بلوغ انبانک بوجود. بله این هم تو بچه ها اون لایه ژلاتین تو اوست اولی هم بوده، تو اوست اولی بوده. یاخت های انبانکی لایه خارجی ارتباط سیتوپلازمی دارن؟ بله. ناکنید این یاخت های انبانکی رو ناکنید توی شکل. اینجا اگه نگاه کنید اینا ارتباط سیتوپلازمی دارن، اینا ناکو به هم وصل ارتباط سیتوپلازمی دارن. این هم درسته. درون شامه جنین فقط با یکی از لایه‌ها. بله آن بچه آمونیون فقط با یکی از لایه در تماسه. بعد از جنین تنها دو پرده حفاظت که آمونیون کننده در تنته. علاوه بر اینها پرده محافظت کننده دیگه هم داریم، مثل کیسه زرده که کتاب تو نگفته. کتاب تو نشه که مهمترینشون این دوتا. کتاب گفته مهمترینشون چیه؟ آمونیون و کوریونه. پس جواب گزینه چی میشه؟ دو میشه. جواب گزینه دو میشه. خب نمیخوام بیاین رو خط بچه ها. سلام استاد. سلام. خب سوال 8 رو چند زدی آقای دکتر؟ یه لحظه من ببینم. 3 زدم. 8 کاملا 3 صحیحه. کاملا صحیح. بله. خب چرا یک غلطه؟ HCG، هورمون HCG از مادر. هورمون HCG. هورمون HCG. این هورمون داخل خون مادر قطعا از دل ترش کردن ژنتیکیشون یکسان بودن؟ نه. HCG از کوریون ترش میشه. بله. HCG از کوریون ژنتیک شبیه جنینه. درست. دو چرا غلطه؟ فقط که یاخته خونی و اینا نیست، یاخته عصبی هم میتونه باشه. پروتئین واقع در خونا توسط یاخته پوششی تولید شدن و خون نه. آدهاش اکسیتوسین. یاخته عصبی میشه. آدهاش اکسیتوسین. اینا پس سلول عصبی هم ساخته میشن. بله. یا تو باشه که یاخته که با ترشح پکش کوتاه و فعالیت نورونار تغییر میدن. گیرندان دیگه نه؟ بله. اصلا یا تو باشه که همه انواع گیرنده ها چه پوششی باشن چه عصبی باشن چه انتهای دندرید باشن همه چه با سلول پشتیبان که غیر عصبی هم محافظت میشن پشتیبانی میشن. این گزینه کاملا درسته. این در مورد همه گیرنده ها درسته، هم گیرنده های حس ویژه هم حس پیکری. پس تمام گیرنده ها چیان؟ چهار چرا غلطه؟ همه شون که در حفرات بافت اسفنجی نیستن. لنفوسیت ها خارج از مغز استخوان تقسیم میشن. لنفوسیت ها یاخته خونی هم خارج از مغز استخوان هم چی میشن؟ تقسیم میشن. متوجه شدی؟ بله. جواب گزینه چند شد؟ سه شد. آفرین. نفرت برتر فرستادیم. خب ما نفرت برتر هم ببینیم کیا بودن بچه ها. او خیلی خیلی زیاد شرکت کردن. ما باید در نوع قره کشی کنیم. نه حسین اسلامی صد، امیر حسین کریم خانی صد، امیر آقاپور صد، سبا پولایی صد، امین خوشنود صد، متین دربانی صد، امیر زاکری صد، سعید رزاقی صد، محمد بنیامین نه سعادتمند صد، محبود یاقوت 97.3، فریبا محمودی 97.3، محمد داوری 97.3، محمد جوادزاده 97.3، رضا 97.3،
مریم خدایاری 97.3 و خیلی زیادن دیگه. ما اینا رو استوری میکنیم بچه‌ها. ما اینا رو استوری میکنیم. خب ما اینا رو استوری میکنیم. خب دقت کنیم. سال نو بخشی از لوله گوارش که بلع به صورت غیر ارادی از آن آغاز میشه، از حلق آغاز میشه. هنگام به عبور غذا از پل مغز فرمان تنفس داد. نه بچه از بصر نخواست. چون مرکز بلع در کجاست؟ بصر نخواه. پس این کاملا چی؟ غلط. قوی ترین و متنوع ترین پروتئین رو تولید میکنه کجاست؟ جز لوله گوارش نیست. آفرین. لوزالمعده جز لوله گوارش نیست. اینم غلطه. گزینه سه میشه. آفرین. گزینه سه میشه. هنگام عبور غذا از آن منجر به مهار مرکز تنفس میشه. بصر نخاع نه؟ از حلق دیگه نه؟ حلقه. آره. حلق پیام رو میده به بصر نخاع که متوقف کنه. بله. حلقه. حرکات کرمی از حلق آغاز میشه. این درست. بله درست. صفرا همراه با شیر لوزن وارد آن میشود. روده است. گوارش لیپید و پروتئین از جا آغاز میشه. غلطه. از معده آغاز میشه. معده آغاز میشه. جواب گزینه سه میشه. بله. سوال 10. چند زدید؟ 10 گزینه 4 زدید. آفرین. 4 میشه. کاملا درسته. یک چرا غلطه؟ خب اینجا رگ‌های لنفی هم میتونن باشن دیگه. رگ‌هایی که بخشی از آب میان بافتی به سمت قلب هدایت میکنن. همه رگ‌هایی که آب میان بافتی به سمت قلب یا خونه یا میشه سیاه رگ. بله. یا میشه چی؟ رگ لنفی دیگه نه؟ بله. رگ لنفی. بیشتر اکسیژن متصل به هموگلوبین. خیر. غلطه. رگ لنفی گلوله قرمز نداره. 2 چرا غلطه؟ این همه یافته‌های پوششی مچکدار در لایه مخاطی مستقر نشد. مثل چی؟ دیگه مثلش رو نمی‌دونم. همه یافته پوششی مچکدار تو لایه مخاطی هن؟ نه. خیلی جمله خیلی مطلق گراه. جمله غلط. نه. میگن لوله. بچه این هم آفرین ترانه طاهرخانی درست گفت. گیرنده های بچه حلزون گوش. گیرنده های چیه؟ حلزون گوش و مجاری نیم دایره. درسته؟ تو حلزون گوش اگه رو شکل کتاب نگاه کنیم اینجا لایه مخاطی که نداریم. غلطه. گیرنده حلزون گوش. 3. همه بافت پوشی توسط بافت بیشترشون با بافت هنده سوس پوشی ما نیمشن. نه. تو حبابک ها. کجا؟ کلیه ها. حبابک ها و کلیه توی کپسول بومن. کپسول چی؟ بومن. قشای پای مشترکه. قشای پای مشترکه. محافظت نمیشن. پشتیبانی نمیشن. جواب 4 میشه. همه ماهیچه‌ای که توی لایه مخاط میریان صاف هم بچه. همه شون چی هم؟ صاف هم. این کاملا صحیح. اون ماهیچه اسکلتی دور زیر مخاط هم. کجا؟ پس ماهیچه که تو مخاط و زیر مخاط هم صاف. اون ماهیچه که دورشان میتونن صاف باشن یا اسکلتی. بله. جواب گزینه 4 شد. سال 11 رو چند زدید؟ 11 هم 4 زدم. بله 11 4 میشه. بعد میگفت همانند. میگفت چی؟ همانند. همانند. در برگ لوبیا مانند برگ ذرت یونهای بیکربنات حاصل از این میتونه هم از ریشه جذب شه هم از برگ. هم از ریشه هم از برگ. یعنی هم از اندامای هوایی هم غیر هوایی. درسته؟ بله. یادتون باشه که بیکربنات هم از اندامای هوایی و هم چی؟ غیر هوایی میتونه چی بشه؟ جذب بشه. این خط کتابتونه بچه ها. خط چیه؟ کتابتونه. اینجا اول فصل 7 اینجا فصل 7 را اگه بخونید
نکن اینجا بیکربنات میتونه هم توسط چی برگ و هم ریشه جذب بشه، یعنی هم از اندامای هوایی و هم غیر هوایی. پس این بعد میگفت همانند، درسته؟ بله. بقیهش درسته، بقیهش یه درسته. خب با خداحافظی میکنیم یک نفر. خداحافظ. خدا. خب یکی دیگه بیاد. سال 12. سال 12. در گیاه لوبیا گیاه ذرت. بچه جواب یک میشه. برخلافش لوبیا دولپه‌ایه. لوبیا دولپه‌ایه، این تک لپه‌ایه. الو سلام استاد. سلام. مواد غذایی آندوسپرم دانه قبل از رویش دانه منتقل میشن. میدونی که خانم دکتر تو دولپه‌ها، تو دولپه‌ها اول آندوسپرم جذب لپه میشه. بله. جذب چی میشه؟ جذب لپه میشه. ولی تو تک لپ‌ها نه. درسته؟ بله درسته. دو چرا غلطه؟ گفته که در گیاه لوبیا برخلاف گیاه ذرت یافته غلاف طور رگبر توان فتوسنتز رو ندارن. خب اینجا یافته غلاف طور رگبر میتونن داشته باشن، میتونن نداشته باشن دیگه. به این گیاه سیشاره. این گیاه چیه؟ ذرت سیشار. لوبیا سیسه. غلاف آبندی این غلاف آبندی فتوسنتز نمیکنه، غلاف آبندی این فتوسنتز میکنه. میکنه بله. غلاف آبندی کلوروپلاست نداره، غلاف آبندی کلوروپلاست داره. پس چرا برعکس گفته؟ فرهان بشیر داره درست میگه. بچه غلاف آبندی دور رگبرگ نیست، جزء رگبرگ. غلاف آبندی چیه؟ دور رگبرگ نیست، چیه؟ بله جزء. آره. رگبرگ میشه. این آبندیش جا افتاده. این آبندیش افتاده. پس غلطه. غلاف آبندی بچه دور چیه؟ رگبرگ نیست. نیست. جزء رگبرگه. سه چرا غلطه؟ گفته یاخته نماکنی مجاور اپیدرم بالای نرده‌ای و برهم فشردن. توی گیاه دولپه در واقع بالاش نرده‌ای، پایینش فکر می‌کنم اسفنجی باشه، ولی توی تکلپه کلا اسفنجی بود دیگه. درسته؟ آفرین. تو تکلپ‌ها کلنگ اسفنجیه، اینا نرده‌ای ندارن. ولی اینا نرده‌ای بالا، اسفنجی پایین. همانندش غلطه. بعد چی میگفت؟ بعد میگفتش برخلاف. بله. گزینه 4 هم که گفته پهنک برگ توسط دونبرگ به ساق متصل توی دولپه‌ای‌ها. آفرین. تو دولپه‌ها دونبرگ داریم. تو دولپه‌ها رگبرگ‌ها منشأ چون موبایل دونبرگ داریم. توی تکلپ‌ها. بله توی دولپه‌ها. بله توی تکلپ‌ها اصلا دونبرگ نیست. تو تکلپ‌ها دونبرگ نیست. بله درست. آفرین. جواب گزینه 1 شد. حالا سوال 13 رو چند زدیم؟ سوال 13 رو زدن 4. آفرین 4 میشه. گفته که ترشحات برنز لوزالمعده برخلاف صفرا خب فاقد انواع لیپید. بله. چون صفرا دو نوع لیپید داره، کلسترول و بله. لیپید داره. ترشحات لوزالمعده، لوزالمعده آنزیم داره که جنسش بله. پروتئینه. آنزیم داره و بیکربنات داره، املاح داره نه؟ بله بله. صفرا لیپید داره، صفرا لیپید داره، ولی این لیپید نداره. لیپید نداره. همانند بزاق هم چیه؟ انواع آنزیم و یون داره. بله. هم آنزیم داره هم املاح یون داره دیگه. مثل بیکربنات سدیم داره. بیکربنات سدیم. یک غلطه. لوزه برخلاف بزاق بیکربنات داره. نه جفتشون بیکربنات دارن. برخلاف بزاق انواع آنزیم داره. جفتشون آنزیم دارن. غلطه. شیر معده برخلاف فاکتور داخلی داره که کاملا غلطه. شیر معده فاکتور داخلی داره. آفرین. سوال 14 رو چند میزنی؟ سوال 14. اینم زدم 4. آفرین 4 درسته. بله. یک چرا غلطه؟ چون یک گفت چون همه هوبک‌ها توی کیسه هوبکی نیستن، بعضیشون خارج از اون قرار دارن. آفرین. بعضی تو کجان؟ بعضیا توی نایجک‌های مبادله‌ای بله. هستن. نایجک‌های مبادله‌ای. بله. آفرین. توی نایجک‌های مبادله‌ای هستن. من اگه اینو بیارم ناکنید به این بچه ها این بیشتر حبابک ها بیشتر چی؟ حبابک ها بیشترشون توی کیسه تو کیسه حبابکی هست. بعضی توی نایجک های مبادلی هست. اینجا ناکن تو نایجک های چی هست؟ مبادلی هست. ولی برخی تو نایجک های مبادلی هست. پس این حبابک هست. دیگه تشکیل کیسه حبابکی نداده.
پس این غلطه. چرا دو غلطه؟ پس همه یاخته متصل به قشای پای مشترک سنگ فرشی هم. تو بخش مبادله‌ای همه نه خانم دکتر نه کنید. خب نوع دو سنگ فرشی نیستن دیگه نه؟ بله بله. نوع دو سنگ فرشی نیستن. فقط نوع یک ها سنگ فرشی هن. نوع یک ها چی هن؟ سنگ فرشی هن. آقا اینجا تو حبابک ها ما دو نوع یاخته داریم. یاخته نوع یک که سنگ فرشی هن. نوع دو دیگه سنگ فرشی نیستن. پس یاخته نوع دو ردش میکنه نه؟ بله. پس این هم غلطه نه؟ بله. نوع دو سنگ فرشی نیست. به خاطر ناجک های انتهایی غلطه، چون گفته بخش مبادله ای میشه بخش هادی. آفا این جمله درسته، این جمله کاملا درسته، درسته و این جزه چیه؟ صورت سوال نمیخوره. بخش مبادله ای نیست، پس این گزینه غلط میشه. ولی درشخارهایی که اونجا هستن، ماکروفاج هستن، از مونوسید بیج اومدن. بله. کاملا چی؟ درسته. جواب چهار میشه. سوال 15 چی میشه؟ سوال 15 گزینه 2 میشه. آفرین. ببین اونایی که توانایی تولید آمونیوم دارن که اینا در واقع بعضی اندور رو به آمونیوم تبدیل میکنن، بعضی اندور رو به چی تبدیل میکنن؟ آمونیوم. نه بله آمونیوم میگن. تثبیت اندو به چی میگن؟ تثبیت اندو. ببین کسی که اندو رو بیاد به آمونیوم تبدیل کنه بهش میگن تثبیت اندو. کیا تثبیت اندو انجام میدن؟ یه دونش که آمونیاک ساز بود فکر کنم. یکی در ریزوبیوم کم چی؟ آهان بله. سیانوباکتر بله. این غیر فتوسنتز کننده است. اینو این چیه؟ فتوسنتز کننده. بله درست. بعضی مواد عالی رو میان به اینا که مواد عالی رو تبدیل میکنن بهشون دیگه. اینا تثبیت کننده اندو نیستن، اینا مواد عالی رو تجزیه میکنن. میکنن چی؟ آمونیا. بعد بعضی آمونیا رو میکنن نیترات. گران چی؟ اینا هم که نیترات سازن. آره اینا شیمیو سنتز کنندن. چی هم؟ بله شیمیو سنتز کنند. اینا تثبیت CO2 دارن. تثبیت چی دارن؟ تثبیت CO2 دارن. ولی سیانوباکتر هم تثبیت CO2 داره. ولی ریزوبیوم نداره. حالا گزینه یک. گزینه چند؟ گزینه یک. باکتری توانایی تولید آمونیوم دارن. برخلاف باکتری مصرف کننده آمونیوم تثبیت. هر باکتری اول کسی که آمونیوم تولید میکنن ریزوبیوم نداره. دو اینا دارن، اینا دارن، اونا بعضیشون دارن بعضیشون ندارن. بله این که کاملا درسته دیگه. برخلاف تثبیت کربن دارن. ببخشید من گزینه یک اشتباه تحلیل کردم. گزینه یک رو من تثبیت کربن خوندم، من گزینه سه رو دیدم. گزینه یک ببین کسی که آمونیوم میسازه، کسی که آمونیوم میسازه بعد مواد عالی رو به آمونیوم تبدیل کنه، اینا تثبیت کننده اندو نیستن. اینا تثبیت کننده اندو نیستن. آره پس این غلطه. اینم تثبیت کربن، این که حتما داره، اینا هم بعضیشون دارن بعضیشون نه. پس بعد همانند میگفت دیگه. آخه باز همانندم میگفت غلط بود. هر باکتری که تثبیت کربن نداره ریزوبیوم میگفت. چه میگفت برخلاف؟ چه میگفت همانن بازم آن چون غلط. هر باکتر اومده بله. آره. باز هر جفتش غلطن. هر جفتشون چی میشدن؟ غلط. بله. چه میگفت همانن؟ چه میگفت برخی غلط. برخلاف. همان تجزیه مواد عالی خاک است. همانن چیه؟ تجزیه کننده مواد عالی خاکن. نه دیگه. ببین اینا بچه‌ها تجزیه کننده مواد عالی خاک اینا تجزیه کننده مواد عالی خاک. اینا نیست. مثلا سیانوباکتر اصلا تو خاک نیست. سیانوباکتر تو اندامای هواییه. چون قرار فتوسنتز کنه نه؟ بله. خب خسته نباشید. یکی دیگه بیاد. شما هم خسته نباشید. خسته نباشید. سوال 16. سوال 16. چند زدید بچه‌ها؟ سوال 16 رو چند زدید؟ سلام استاد. سلام. 4 میشه. چهار. چرا یک غلطه خان دکتر؟ آقای دکتر استاد گفته کامبیوم آونساز در زیر پوست درخت قرار داره. هر گیف فقط در گیانی که کامبیوم آونساز در زیر پوست درخته هم به شیره خام. نه استاد این غلط میشه. میدید چرا غلط میشه؟ چون که
تکلپه ها کامبیوم آونساز دارن، کامبیوم آونساز ندارن ولی عنصر آوندی دارن. گیاهان چی؟ تکلپه ای. عنصر چی دارن؟ آوندی دارن. عنصر آوندی. ولی کامبیوم آونساز ندارن. پس من نمیتونم بگم هر کس کامبیوم آونساز داره. فقط کسی که کامبیوم آونساز داره عنصر آوندی داره. دو چی؟ دو گفته پوسته دانه مانع رشد سری رویان میشود. بعد تراکید به حمل شیره خام کمک. آقا استاد تراکید چیز اینکه خب این قسمت دومش درسته ولی قسمت اولش غلط میشه فکر میکنم درسته. نه خیر آقای دوستان، فقط در گیانی که پوسته دانه یعنی در فقط گیان دانه دار تراکید دارن. آیا فقط گیان دانه دار تراکید دارن؟ غلطه. سرخس سرخس ردش. من گزینه دوش خوب متوجه نشدم منظورش. میگه فقط گیاهان دانه دار تراکید دارن. آها نه دیگه داره. سرخس سرخس دانه داره ولی تراکید دانه نداره ولی تراکید داره. آیا فقط گیاهانی که گل دارن پوست دانه دارن؟ نه بازدانگان. بازدانگان بازدانگان اینجوری بازدانگان بازدانگان گل ندارن ولی دانه دارن ولی جواب چهار میشه. یاخته همراه به شیره کمک کنه گل داره. این حتما گل داره. چون چله همراه مخصوص گیاه نهان داره است. مخصوص گیاه گل داره. این درسته. اینا پرچم دارن. مادگی دارن. این درسته. 17 هم 4 میشه. 17 بله 4 میشه. در بخش متورم همون چیز تختان اونجا قرار داره. ببین به طور در ارتباط با کیسه رویانی چند مورد در به طور در ارتباط با کیسه رویانی. کیسه رویانی داخل تخمک ایجاد میشه. تخمک هم داخل تخم داره. این کاملا درسته. بعد اون یاختای دورش هم همون چیز دیگه. خورشا دو اینه. خورشا دو اینه. آفرین. خورشا دو اینه. این درسته. بعد تخم اصلی هم چیز دیگه اون شکل هم که برامون کشیدید بلد. یکی از قطباش بودش. بله تو یکی از قطباش تخم اصلیه. وسطش هم تخم زمینه. وسطش هم تخم زمینه. دال چی؟ هر یاخته این هم درسته دیگه. هم انا هر کدوم از انا داره گفته هر یاخته داره هسته های تکلادی. هسته های تکلادی یه دونه چیز بودش. یه دونه پوشش تو یه پوشش قرار داشتن. یاخته تک هسته یاخته دو هسته ای میشه دیگه نه؟ بله. یاخته چند هسته ای میشه؟ دو هسته. دو هسته ای میشه. یاخته دو هسته ای این با یک اسپرم ترکیب میشه. با یک اسپرم ترکیب میشه میشه سه ان. میشه چی؟ سه ان. پس اگه گفته بود هر یاخته داره هسته تکلات غلطه ها. اگر گفته بود هر یاخته داره هسته تکلات چون هشت تا هستن. هشت تا هستن دیگه. این گفته هسته ها ها درستش کرده. چون تنها سلولی که هسته های هاپلوید داره یاخته دو هسته ایه. ولی کلمه ها نبود غلط بود. بله. اگه کلمه های نبود غلط بود. جواب چهار میشه. خسته نباشی دست در نکنه. بسید سامه سایه سوال داشتم. بفرمایید. این پاسخنامه بعد آزمون با اومدش روی صفحه یه ذره برای آزمون های بعد فکر کنم نباشه بهتره. یه ذره امکان تقلب میاره بالا. بعد از آزمون در پشت‌بند آزمون پاسخنامه اومده. خب نه دیگه خب آزمون تموم شده بود ها. نه خب مثلا میتونیم مثلا من اگه رفیقی داشته باشم میتونم برسم. خب نباید این کارو بکنم. نه خب من که وجدان من نداشت ولی خب نه من میگم که نه نه منظورم که به چیز میگم آزمون نباید اینجوری باشه. آها خب استاد چیز نکته تست رایگانم وله میاره یه موقع بعید نیست اتفاق افتاده باشه. خب نه خب آزمونی که مثلا خب این آزمون دوستش میده. خب نه بگه بخش بود بخ بس این بعد این کارو میکردن بس ای بابا متشتایی؟ این چیزی واضحیه دیگه اتصال نگفتن نده. امیر شما آزمون رو که گذاشتی نباید سری پاسخاش رو بس سری یک آزمون پاسخاش رو میذاشتی. خب کلید خب همه صد میزنن. آخو امیزم گوش کن این چیزی واضحیه. شما الان میگه دانش آموز 109 آزمون میده درسته؟
شما 9 10 مثلا 9 ربع آزمونش تموم میشه. خب شما کلید بهش میدید، اون میده به دوستش. من خب مستطیل شب. آقا اون فاضل دیشب. یعنی دیشب یک شب ممکنه بزنه. نه علمدان شما میگه اینجوری نبوده. به من از آزمونش تموم شد. 11 کلیدا برام اومد. نه. نه 11 شب. یا دیشب 11 آزمون تا یک بوده. یکی شب زدم، خودم زدم. یکی شب زدم، یکی شب زدم. نه میگن راست میگن کلیدا نبوده. برامان ولی اومد. خب از برسته. نه کلیدا نبوده. دوازده رو کلیدا برام همه اومد. آره یک. نمیدونم شاید هم اصلا برامان اومد ولی خب حالا شاید درست میگشم. نه میگن یک اومد. همه میگن یک اومد. یکیش اومد گه نه دوازده کلید اومد. دوازده بود. خیلی. خب نه آزمون رو همیشه دیگه آخرین تایم چیز کلید داره. نه من آزمون بود میتونیم مثلا تایم و دقیقه بچه آزمون هست مثلا موجود دارم. آره این کار بکنه. ما الان این کار بکنه. کسایی که تا ساعتی کلید زدن کسی ساعت زده باشه ما جایزه بهش میدیم. بعد نفرت برتر رو خوندیم کوهی چند بار میخونن. خب سال 18. سال چیه؟ 18. سال 18. خب به این بچه ها دو قسمت ه تو قسمت ه اینجا دمه بچه. اینجا چی؟ دمه. اینجا دمه بچه. وقتی نمودار میره بالا دمه. پس اینجا چون دمه با ارسال پیام از بصرنخا به دیافراگ منقبض میشه. کلسیوم از شبکه اندوپلازمیش آزاد میشه. این درسته. دیافراگ منقبض. چه؟ چی؟ با پس تا دوازده شب میگن هیچ کس صد نزده. الان مشاهد چه کردی؟ خب ما میتونیم که تا قبل دوازن شما یک میزنی کلیدار. خواب بودی بخواستی بری بخوابی؟ خب بچه ما تا ساعت دوازده تا ساعت چیه؟ دوازده رو تا دوازده رو؟ خب اون وای کلید گذاشه تا دوازده رو به تا ده به قبل ما بالاترین درصدا رو چیه؟ بالاترین درصدا رو ما تا دوازده رو بچه هر کس بالاترین درصدا رو زده بالاترین درصدا رو زده ما جایزه بهش میدیم. چی؟ خب شما کلیدش مشخصه که کلید گذاشتی دیگه. شما از یک ساعت قبل از یک ساعت قبل وارد شدی که مطمئن شدی زمان پایان آسمانی. یک ساعت هم وارد شده اون کیه؟ محمود یاقوت. یکی از محمود یاقوت کسیه که قبل از دوازده 97 درصد زده. امین نوشته عملیات تقلب با شکست و تلفات بسیار زیادی مواجه گردید. عملیات تقلب. با ارسال پیام از بصرنخا ببین بچه این دمه. این دمه. این درسته. به بچه دم عمیقه. به دم چیه؟ عمیقه. وقتی شما نفس عمیق میکشید فشار از رو قفس سینه برداشته میشه، فشار داخل قفس سینه کم میشه، خون بیشتری وارد قلب میشه، خون بیشتری وارد قلب میشه. دال همانند به دال بازدمه بچه عمیقه.
بیامشی دم عمیقه. بچه تبادل گاز بین حباب و مورک همیشه انجام میشه. تبادل گاز و مورک همیشه انجام میشه. ب در پی ارساله. به اینجا دیگه بچه از بسن و از پل مغز داره پیام ارسال میشه آقا دم رو متوقف کن. دم رو متوقف کن. پس اینم درسته. جواب گزینه چیه؟ 4 میشه. جواب 4 میشه. بچه ها این نگران نباشید. به این کلید این واقعیت چی بگیم. همه چی اینجا الان کامپیوتر مشخصه. ساعت دقیقه که کلید خورده اومده بیرون. ما حساب میکنیم کسانی که قبل از درصد بالایی زدن بالاترین درصد 10 نفر اول جایزه است. خب سال 19 بچه سال 19 به طور معمول در بخش شنوایی گوش انسان تو بخش شنواییش حل از اون لرزش استخوان رکابی پیش از ارتعاش پرده سماخه نه بعدشه پیش نیست این بعده این بعده لرزش که مژک‌های درون داخل ماده ژلاتینی بچه ها مژک‌ها داخل نیستن در تماسن تو بخش حلزون تو بخش حلزون در تماسن داخل نیستن مال تعادلیه که داخله جواب سه میشه باز شدن کانال های یونی یاخته عصبی بینا کنید اول اینجا سماخه بعد چکپشی بعد زندانی بعد رکابی بعد بیزی بخشید در چه بیزی بعد مایه درسته بعد تحریک گیرنده ها گیرنده مژک‌دار بعد این ناقل عصبی آزاد میکنه میده نورون پس باز شدن کانال‌های قشای یاخته عصبی که این نورون ها باشن پس از چیه لرزش ماده ژلاتینیه بله ماده ژلاتین تکون میخوره که اینا تکون کنه جواب سه میشه بخش دهلیزی هم ربطی به هشت شنوایی نداره به ساده سوال 20 برش ارضی بچه ساقه تکلپه ساقه چیه؟ تکلپهیه این ساقه تکلپهیه مثل قلات کدام مشخصتر در این گیاه درسته؟ بزرگترین بخش رویان میشه بچه لپه در انتقال نوعی ماده از رویان به آندوستر نقش داره از رویان به آندوستر نقش داره این گزینه بچه کدوم ماده است که از روی توسط لپه از رویان به آندوستر منتقل میشه بگید؟ بگید کدوم یکیه؟ آفرین جیبرلین چی بچه ها؟ جیبرلین میشه جیبرلین میشه جواب گزینه یک میشه بنلاد آونساز اصلا گیاهان تکلپه بچه ها بنلاد آونساز ندارن هر یاخته یک توان لقاح داره حاصل میتوزه تا اینجا درسته تنها یه مجموع کرزوم داره نه یاخته دو هسته ای یاخته چی؟ دو هسته ای لپه های هر دانه آن میتونه به طور موقت لپه ها غلطه یه لپه بیشتر نداره چون تک لپه هست این چون چیه تک لپه هست جواب گزینه یک میشه ارتباط در کلیه هر لوب آن قاعده هرم ها غلطه بچه هر لوب یک هر لوب یه هرم داره پس هرم ها کلمه هرم ها غلطه سیارگ کلیه راست از سیارگ کلیه چپ بلندتره شما نگاه کنید بچه تو کلیه توی کلیه نگاه کنید ببین سیارگ این کلیه چپه نکن کلیه چپ این کلیه چپ این کلیه راسته راست سیاهرگش کوتاست سیاهرگش کوتاست چپ سیاهرگش بلنده از روی آورت رد میشه پس چپ سیاهرگش بلندتره از روی آورت رد میشه
راسته نه. پس این گزینه غلطه. این گزینه چی؟ غلطه. ولی گزینه 3 درسته بچه. گزینه 3 درسته. نگاه کنید. روی این نفرون نگاه کنید تو اینجا. نفرون رو. این سرخگ وابرانه میاد. دورش پیشخورده نزدیک. هله. پیشخورده نزدیک و دور. شبکه دور لوله میده. بعد از قسمت بالا روی هله میاد پایین. میخواد جهت حرکت خون و ادرار برعکس همه. بعد میاد از پایین رو هنده میاد بالا. پس جواب گزینه چی میشه؟ 3 میشه. جواب گزینه 3 میشه. در نخستین مرحله تشکیل ادرار تنها مواد بر اساس اندازه از هر یک از لایه کپسول بومن. کپسول بومن 2 لایه است بچه‌ها. کپسول بومن 2 لایه است. لایه بیرونیش و لایه داخلیش. این فقط پودوسیت ها رد میشه. از یک لایه، نه از هر یک از لایه دیوارهای، فقط چیه؟ از پودوسیت ها عبور میکنه. پودوسیت ها عبور میکنه. سوال 22. هورمونی که از نظر تأثیر بر رویش دانه مخالف آبسیزیک اسیده، جیبرلینه بچه. اینجا داره در مورد جیبرلین صحبت میکنه. همانند هورمونی که اتیلن رو در جوانی جانبی تحریک میکنه، اکسینه بچه. در درشت کردن میوه استفاده میشه. کاملا صحیحه. هورمون جیبرلین همانند اکسین در درشت کردن میوه به کار میره. هورمونی که تولید میوه بدون دانه رو شبیه اکسین کار میکنه، شبیه اکسینه، بازم جیبرلینه. با همانند هورمونی که با قطع جوان رأسی در جوان جانبی افزایش می‌یابد، سیتوکینینه. این سیتوکینینه. پس هورمون جیبرلین همانند سیتوکینین تقسیم رو زیاد می‌کنه. درسته. در درشت کردن میوه شبیه جیبرلینه، اکسین. همانند هورمونی که پیر شدن اندام‌ها رو به تأخیر می‌ندازه، سیتوکینینه. باعث رشد جوانی جانبی میشه. غلطه بچه ها. اکسین جوانی جانبی نمیذاره رشد کنه، ولی این میذاره. از جواب گزینه 3 که نادرسته. ریزش برگ ها و میوه ها مخالف سیتوکینینه، اتیلنه. اتیلنه. مرگ یاخته ای، مرگ یاخته ای سالیسیلیک اسیده. سالیسیلیک چیه؟ اسیده. از یاخته آسیب دیده و در حال ترمیم درست میشه. این هم درسته. جواب گزینه چند شد؟ 3 شد. خب تا سوال 23 کسی اشکال دارد؟ کسی اشکال دارن تا سوال 23 بیان رو خط. تا سوال 23 کسی اشکال داره بیان رو خط. سلام، خوب هستم استاد؟ سلام، بفرمایید. ما اشکال نشدیم، خواستیم این سال 23 رو جواب دهیم، گفتین اشکال دیگه وضع شده بود. آه وضع شدی، حالا 23 رو حل کنیم که اومدیم. سال 23 چند زدی؟ 1 زدم. 1 درسته، کاملا صحیحه. 1 کاملا صحیحه. آقای دکتر، آخون؟ بله جان. تو هم تقلب کردی یا نکردی؟ نه با ما ساعت 9:45 آزمون دادیم، 10:30 بعدش رفتیم فوتبال. بازی رئال بود شب. آره. حالا در کل این ایده که ما دادیم خوب بود یا نه؟ یا آزمونه؟ آره من خودم خواستم این رو خط همین رو بگیم. آقا 20 نفر 100 زدن بعد از تقلب همه ریختن. خب دیگه اینا ناکور شدن. دقیقا ما همین بگیم. خب آقای دکتر ناکن، موادی که ترشح میشن، این کپسول با منه، اینجا قشای پای مشترکه. قشای پای چیه؟ مشترک. ولی اینجا قشای پای مشترک ندارم، نه؟ بله. اینجا قشای پای مشترک ندارم. اینجا بله. موادی که ترشح میشن یا بازجذب میشن، نکن، از شبکه دوم. بعد اول سنگ فرشی رد کنم. بعد قشای پایه. بعد آب میان بافتی. باز دوباره قشای پایه. بعد مکعبی یا بعد بیلتونه. فهمیدی؟ بله. بله. درست. بازجذبم چیه همینجوریه؟ موقع بازجذب. اول چیه؟ اینجا
مکعبی، بعد قشای پایه، بعد وارد آب میان بافتی بشن، باز دوباره قشای پایه، بعد سنگ فرشی، بعد وارد مورک بشن. این جواب گزینه‌شان میشه یک. مجزا هستن، گفته مجزا درست، چون اینجا قشای پای مشترک نداریم. نه اینجا قشای پای مجزا هستن. آفرین، جدا جواب گزینه یک میشه، بقیش کاملا غلط. سوال 24 خیلی ساده رادشون. سوال 24 24 زدم 4 درسته، کاملا صحیح. هر اندامی که خون سیاه رگ اون وارد باب میشه، اندام مرتبط با لوله گوارشه؟ تحال با لوله گوارش مرتبط نیست، لنفیه. تحال. هر اندامی که خون اون وارد باب میشه، آپاندیس. آپاندیس یه اندام چیه؟ لنفیه. لنفیه. بله. اندام لنفیه. بله. هر هورمونی، اینم قده درون ریز نیست، یاختای درون ریز، گاسترون سیکرتی. هر هورمونی که پس از ترش قبل از ورود به قصدق با وارد کبد میشه، بله، نوع قده نیست، یاختای درون ریز، گاسترون سیکرتین. گاسترین و سیکرتین. گاسترین و چیه؟ سیکرتین. یاختای درون ریز چی هم؟ یاختای درون ریز. جواب 4 میشه. هر قده درون ریز که خون با وارد آن میشد، لوزالمعده است. کیه؟ بله، لوزالمعده. هورمون قبل از ورود به قلب از اندام هدف خود چیکار میکنن؟ عبور میذارن. منظورش هم گلوکاگون و انسولینه. آفرین، درسته. انسولین و گلوکاگون. انسولین چیه؟ استاد ما 65 زدیم. خوبه؟ عالیه. 65 عالیه. چون این آزمون آخه من خودم تعجب کردم، خب؟ من این واقعا من تعجب کردم. چون آزمون واقعا قابل صد زدن نبود. آره خیلی سخت بود. نه هیچ یعنی بعضی سالاش واقعا سخت بود. آره آره اشکال نداره دیگه، ولی ما میخواستیم کلا تست کم زده بودیم، فقط دوره نوبانو بودیم، میخواستیم بیایم جاست تست، نه جاست تست که همین نکته تست اردیبهشت پیشرفت کنیم انشاءالله. آره. اردیبهشت ما به اردیبهشت تقریبا سیستم همینجوریه، خب تست انشاءالله اول هفته، اول هفته، ولی باید تست بدون جواب میذاریم که دانش آموز بعد میان سرکلاس جواب میگیم. آره ما خودمون تعجب کردیم، نمیدونستیم. ما سایتو چک نکردیم تا فوتبال که تموم شد ساعت 1:30 اینا دیگه، بعد اومدیم نگاه کردیم 65 شده. آره حالا بعضی بالا یه چیزی زدن، 110% زدن. استاد یه چیزی بگو. خواستم ازتون تشکر کنم، ما پشت کنکوری هستیم، پارسال خیلی ضعیف بودیم، امسال اصلا 65 اینو زدم، پارسال شاید 5 هم نمیتونستم بزنم. آفرین. ما خیلی در کلاس دیدیم که کل مطالب رو کامل گفتیم. حالا انشاءالله تو نکته تست، خب؟ آره. هدف من اینه که هر هفته 3 فصل یا 4 فصل رو انتخاب کنیم، خب؟ به بچه‌ها بگیم بخونن این تست‌ها رو، هم بزنن تست دیاناکو تست رو، خب؟ بعد یک سری تست خفن چالشی که احتمال میدن تو کنکور میاد، اول هفته تو پنلشون بذاریم، خب؟ اول هفته. خب. که اینا تا دوشنبه مثلا 100 تا تست رو بزنیم، هفته 100 تا تست مرغوب بزنیم. خیلی خوبه، میدونم برنامه‌تون عالیه. خب استاد پی دی اف این سوالا رو کجا گذاشتین؟ رو پنل نوبان هست پی دی اف اینا رو الان بذارین رو کانالتون. تو کانالم میذارم. پی دی اف تو کانال میذارم. همین امروز کانال میذارم. ممنون، تشکر. تو کانال میذارم. سوال 25. 25 ما غلط زدیم 2 ولی 1 میشه. آخه آقای دکتر گوش کن ببینید، از نظر اصول تستی کدام در رابطه با ریشه گیاهان چیه صحیحه؟ خب اصلا بدبخت بدبخت ریشه نداره که، 10 بار شاید خونده باشی ها. ما ریشه رو ندیدیم اصلا، ریشه نداره. من این چقدر چجوری رد میکنم از این سورسال گفته ریشه اصلا آره. ریشه داره؟ نه. گلرا سیانوباکتر تو ریشه است؟ نه، تو سیانوباکتر فتوسنتز میکنه. بدبخت اگه تو ریشه باشه چی رو فتوسنتز ریشه باشه که اصلا اکسیژن بهش نمیرسه، نور بهش نمیرسه. آفر، نور بهش نمیرسه. پس اینم غلط شد. آره درسته. گزینه 1 میشه گل جالیزی، چون اندام مکنده ایجاد میکنه. اندام چی؟ مکنده. ریشهش ریشه داره گل جالیزی. بخش از مواد شیره پرورده از طریق آونده آبکش باربرداری میکنه، چون آونده آبکش میبره به ریشش. بله. ولی اینم غلطه. تو گیان پروار هر یاخته که توی بارگیری چوبی دخالت داره،
تو ایجاد فشار ریشه یا با انتقال فعال وارد آهن شروع میکنه، میتونه آندودرم هم باشه. لایه ریشه زایه معنی آندودرم و لایه ریشه زاست. آندودرم چیه؟ نکن جزوه رو بیارم اگه جزوه رو خوب خونده باشی. آره جزوه رو عید خوب خونده. خب اگه خوب خونده نشه نکن من میارم الان. نکن به اشتباه پی فقط... میاره بعضش سخته. اینجا صفحه فشاریشه بیار. اول فشاریشه اینجا نکن. یاختای درون پوست، یاختای چی؟ و یاخته زنده پیران آونده همون لایه ریشه‌زا با انتقال فعال یونار میارن. پس هم لایه ریشه‌زا دخالت داره هم آندودرم دخالت داره. این جزء پوسته، این جزء چیه؟ پوسته، این جزء استوانه آوندیه. جزء استوانه چیه؟ آوندی. پس هر یاخته که با انتقال فعال مورد وارد آونده چوبی میکنه الزاماً جزء استوانه آوندی نیست، میتونه جزء پوست هم باشه. بله ولی این شکلاتون که میگین خیلی تاثیر داره، باید حتما درس کنیم. حالا تو نکته اسم هم مرور میکنیم، بعد درس ها رو مرور میکنیم. درس ها رو چیه؟ مرور میکنیم. درس ها رو مرور میکنیم بعد تست هم میزنیم که شما چون تا حالا فقط خوندین درسته؟ بله ما کم تست دادیم، یعنی در حد همین آزمون های نبوده. ما بیش فقط تست هم تو اردیبهشت دیگه شعور میبندیم به تست، یعنی مدام باید تست بزنیم. خیلی خوب لذت برد. خواهش کنم. یه نفر دیگه بیا سال 26. خسته نباشید روزتون خوش. در ارتباط با تحریک ایجاد شده در بخش مختلف قلب. سلام استاد. سلام. سال 26 چند زدی آقای دکتر؟ 26 و 1 زدم. آفرین درسته 1 زده. کاملا صحیح. ناکنید زمانی که پیام به تعدادی از پیه موج پیه دیگه نه؟ موج چیه؟ بله. پیه درسته؟ بله. وقتی موج پیه اینجا دیگه اواخر استراحت عمومی، اواخر چیه؟ استاد نشی صدا اکو میشه؟ نه نه صدا اکو نمیشه. این درسته. بله درست. دو غلطه. چرا غلطه؟ دیوار بین بعد کیارسه بین نه؟ دو بعد کیارسه. بله بله کیارس استراحت شروع شده نه انقباض تو اوایل انقباض غلط. تعداد از یاخته دیوار بطن ها بازم چیه؟ کیارسه. انقباض آغاز شده نه تموم شده. چی شده؟ تموم شده. تموم شده. گره دهلیزی بطنی اینجاست نه؟ گره اول. گره اول اینجاست. گره دوم اینجاست. زمانی گره دوم تحریک میشه دقیقا وسط انقباض دهلیزه. انقباض چی؟ دهلیز هاست. بطن در وضعیت استراحت هست. چی هست؟ استراحت. تو چند زدی آقای دکتر؟ استاد من 70 زدم. 70 خیلی عالیه. خیلی. من تو عید تقریبا 1000 تا تست زدم. ولی این نشد متاسفانه درصد خوبی بگیرم. آره. این تست ها شوری بود؟ سخت بود؟ ساده بود؟ استاد به نظرم از 1400 سخت‌تر بود. از 1400 سخت‌تر. حالا با تسته که با شما تو نکت تسته اردوی بهش کار بکنیم تو همین رواله بله من سبتن هم کردم که تسته که آبدار باشه شما بتونید به پی ببرید هم تستنیتون خوب بشه هم اشکالاتون برطرف بشه. این هدف آه. من توی بچه برای بچه اردوی بهش چون برای درس رو خوندن بچه اردوی بهش درس رو چیه؟ خوندن آره آره کمکاری تستشون رو میخوام جبران کنیم تستنیشون رو قوی کنید. دستتون در نکنه. تست 27. چند می‌زنید؟ من 27 و 4 زدم. بله درسته. غلطه. همه رگ کلون پایین روی راست رو ترک می‌کنن. وارد سیار رگ باب میشن غلطه. نه رگ لنفی نه. رگای لنفی درست. رگ لنفی اصلا وارد کبد نمیشه. نمیشن. وارد کبد نمیشه. وارد کبد نمیشه. آفرین. بقیش هم درسته. بقیش چیه؟ درسته. استاد بمونم یا خط کنم؟ خط کن یکی دیگه بیاد. بچه استراحت میخوان ها؟ یه دفعه بریم بچه دیگه استراحت ندیم ها؟ یک چیز کن یک درصدگیری کن.
اونا که استراحت میخوان گزینه یک، اونا که استراحت میخوان یک، بدون میخوام یه رو به استراحت بدیم، بدون استراحت گزینه دو رو بزنن. بیشتر میگم که چی؟ بیشتر دو هنده هی جا به جا میشه. اشتیام نظر بدن، اشتیام نظر بدن. خب باشه بچه ادامه میدیم دیگه، 20 تا مونده سری تمومش میکنیم که تا دو تموم بشه، تا دو تموم بشه. درباره دندیت نورون حسی، دندیت نورون حسی جواب گزینه یک میشه بچه، جواب گزینه یک میشه. به این بچه زمانی که تو نورون حسی داره در حین بازه یه نوع کانال، اینجا کانال درشتر سدیمی بازه، اینجا درشتر پتاسیمی بازه. به این اولش اینجا کانال سدیمی باز میشه، کانال چیه؟ درشتر سدیمی باز میشه، اول به صفر میرسه بعد به مثبت سی میرسه، اول کم میشه بعد به مثبت سی میرسه. باز اینجا اول به صفر میرسه کم میشه بعد دوباره به منفی 70 میرسه. پس جواب گزینه یک میشه، جواب گزینه یک میشه. سوال 29، سوال 29 در انسان کدام نادرسته؟ کاهش سنتز غیرطبیعی هورمون در غده فوکوله، آلدسترون بچه، آلدسترون بازجذب سدیم رو زیاد میکنه، بازجذب سدیم زیاد بشه کاهش پیدا کنه، آلدسترون کم میشه، بازجذب سدیم انجام نمیشه، سدیمی که وارد لگنچه میشه چیه؟ زیاد میشه. هیپوفیز پسین غلطه بچه ها، هیپوفیز پسین اصلا هورمون نمیسازه، هیپوفیز پسین هورمون نمیسازه، جواب دو میشه. افزایش هورمون غده فوق‌کلیوی اپینفرین بچه ها، اپینفرین، اپینفرین بره بالا، اپینفرین بره بالا قند خون میره بالا، هر وقت قند خون بره بالا ترشح گلوکاگون کم میشه. این درسته. کبد هورمونی میسازه به نام اریتروپویتین، سرعت تقسیم یاخته بنیادی تو مغز قرمز استخوان زیاد میشه، مغز چی؟ قرمز استخوان زیاد میشه. اینو درسته، جواب گزینه دو شد. سال 30، چندش با هم برابرن؟ تعداد یافته جنسی لوله گرده ذرت دو تا، اسپرم دو عدده، اسپرم چیه؟ دو تا. برگ رویانه لوبیا هم دو تاست، لوبیا دو لپ هست، پس این درسته. تعداد یافته گرده رسیده آکاسیا دو تا، رویشی و زایشی، رویشی و زایشی. مجموع کرزای هر هسته اندوخته دانه لوبیا، اندوخته دانه لوبیا دو اینه بچه ها، لپس که دو اینه، پس این هم درسته. تعداد حلقای هر گل کدو سه تاست بچه، چون گل ناکامله، کدو گلش ناکامله، یا پرچم داره یا مادگی. تعداد هسته موجود در لزورت سه تا، یه هسته رویشی، دوتا هم اسپر، دوتا هم چیه؟ اسپر. تعداد حلقای آلبالو چهار تا، گل کامله، گل کامله چهار حلقه داره. یاختایی در کیسه روی تمرین لقاح دارن اینم چهار تا، دو عدد اسپرم به اضافه یه رویشی به اضافه یه زایشی، یه زایشی. جواب گزینه چهار میشه، جواب گزینه چهار میشه. سال 31، سال 31،
احساسی بود. ارتباط با بخش حادیه. هر یاخته پوشه در تماس مایع مخاطی خیر. غلطه بچه. یاخته پوششی اون سطحیاش فقط طولای مخاطی اون که زیره نه. باریکترین بخش آن نایجک های چی هم بچه هم؟ انتهایی هم. نایجک های انتهایی هم غضروف ندارن در تنظیم میکنه. هوای ورود و خروجی رو تنظیم میکنه. پس جواب دو میشه. بخشی از آن که در تنفس دو تا کار مهم میده حنجره است. حنجره است. در ابتدای خود پرده صوتی داره؟ نه. انتهاش پرده صوتی داره. ابتداش اپی گلوت داره. ابتداش اپی گلوت داره. هر یک از شاخهای منشعب شده از نایجه اصلی پس از ورود به شش منشعب میشن؟ نه. نایجه اصلی وارد شش میشه منشعب میشه. نه شاخه های منشعب شده ازش. خود نایجه اصلی وارد شش میشه منشعب میشه. پس این هم غلط. تا اینجا کسی اشکال دارد بیاد رو خط بچه ها. همه دستا پایین دستا پایین. کسی اشکال داره بیاد رو خط. کسانی که اشکال دارن بیان رو خط. سریع. استاد خسته نباشید. سلام. اشکال دارین؟ همین سوال 31 که حل کردید استاد. من میدونم سوال درست گزینه دو ولی نایجه مگه جایی که قضروفا تموم میشه توانایی تنظیم هوای ورودی و خروجی رو نداره؟ باریک ترین بخش آن نایجک های انتهایی هن دیگه. خواستاد مگه جایی که قضروف تموم میشه نایجک نیست؟ چرا؟ خب اونجا مگه اونم توانایی تنظیم هوای ورودی خروجی رو نداره؟ خب چرا داره؟ اینم نگفته اونا ندارن که. آها این گفته این داره. گفته باریک ترین بخش که همون نایجک های انتهایی هن داره. نگفته جای دیگه نداره که. بعد اصلا پرده صوتی کجا قرار میگیره؟ پرده صوتی بین این اکتوی هنجرن جز هنجرن. این اگه هنجره باشه این اپیگلوته. آه اینجا پرده صوتی هن پایینه. اول اپیگلوته پایین هنجره میشه چی؟ پرده صوتی. در این یعنی در ابتدای خود اول اپیگلوته. نه بعد گفت ابتدا. بعد اصحای هم یه سآل هم بود راجع به این کشاله ایران دستگاه لنفی. فکر کنم سآل 28 نه 29 بود. نه 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 اصلا 27 بود. بعد 27 ها گزینه سهش میشه توضیح بدیم کدام نازه در کشاله ران تعداد رگهای ورودی به رگ نسبت به رگهای خروجی بیشتر نکنم مشخصه دیگه. تو هر گره لنفی قبلا بهت گفتم آقای دکتر تو جزوه نه ببین اینجا تو هر گره لنفی چند تا رگ وارد میشن؟ 4 تا نه؟ یه رگ لنفی سرخ رگ سیاه رگ نه آقای دکتر گوش کن این گره ده چند تا ورودی داره؟ 4 تا. آها ورودی هاشون ده. چند تا خروجی داره؟ دو تا. یعنی از لحاظ ساختاری اینو بررسی کرد بلگه ناکو این گره مگه این گره نیست این هم تو کشلای رانه نه؟ من نوع بکرم نوع رگو مثلا میگه دو 4 تا رگ وارد میشه 4 تا رگ لنفی دو تا رگ لنفی خارج میشه. نه. آره. استاد به من نکته تست رایگان نمیدید. عدالت رو برقرار کرد. نه دیگه ما عدالت رو چیز میکنیم اشتباه. تعلوا استاد من باعثش بودم ریخت بعد به من نکته تست. نه من خودم میفهمیدم نگران نباش. اینجوری چون من حداقل دو سه تا سوال بود واقعا نمیشد زد. بعد شما واسه از ادا رو دیدید چشاتون درست شد. نه من چشام درست نشد. من فهمیدم یه چیزایی. اول احتمال رو من دادم رو تقلب بود داشتم فکر میکردم استاد به هر حال یه سال چون برای سوالا رو حداقل اون 3-4 تا سوال اول خب قطعا دانش آموز تو دام میافتاد بله و 3-4 تا اول بله چون ما با دانش آموز قدر داریم دانش آموز قدر داریم تو حضوری بذار شدی؟ بله. تو حضوری یک سی دانش آموز داریم قدرن ولی اونا نتونستن بالای 70 بزنن حالا چیزی اینا صد زدن؟ زیست احساس میکنم درس صد زدن یه ذره سخته سخته حالا اونم این آزمون تدریسی که خودتون کرده بودید بالاخره جوری بودش که وقتی اینجوری تدریس میکنی یه جوری هم سوال میدید که بچه ها تو تله بیفتن مرسی لطف کردید خواهش کنیم خسته نباشید
خسته نباشید. سوال بعدی، تریگلیسیرید ها میخوای بچه ها رو بیان رو خط با بچه ها جواب بدن، با بچه ها کدام نادرست؟ تریگلیسیرید بخواه بید. سلام، چند زدی؟ 32 رو کدوم گذی؟ سوال 32 یه آره. دقیقا نگاه کنم چند زدم. 3 زد. 3 همه رگ هایی که در مسیر خود دریچه دارن بیشتر اکسیم به صورت نه غلط. رگ لنفی. رگ لنفی اینجوری نیست. بله. ولی بقیهش درسته. بقیهش چیه؟ درسته. تریگلیسیرید تو خون هست. بله. گلیکوژن تو خون نیست. تو خسیار رگ باب تریگلیسیرید داری. ولی خب از لنف اومده تو خون، از خون اومده. گلیکوژن فقط تو کبد و مایچه هست؟ گلیکوژن تو کبد و مایچه هست. بله. درون برخی از رگ‌های بدن ماکروفاژ هست. بله، رگ لنفی. بله. رگ لنفی ما داریم. رگ خونی نداریم. نه دیگه. افزایش ترشح اریتروپوئتین و پارا تیروید میتونی عوار سلیاک باشه؟ بله. بله. سوال 33. من اشکال دارم، اول اینو حل کنیم یا اشکال رو بگم؟ اشکال توست بپرس. سوال 26 غلط به نظر. چی؟ سوال 26 غلط. خب 26 کار کنم؟ هر چهار مورد غلط. چرا هر چهار مورد غلطه؟ گزینه 1 تعداد زیاد از یاختهای دیوار دهلیز منتقل میشود، منظورش پیه، درسته؟ خب گوش کن آقای دکتر، اینجاست بعد پیه دیگه، نه به دهلیز رسیده دیگه، تعداد از یافته دیوار دهلیز ها یعنی به دهلیز رسیده دیگه. خب بله رسیده، ولی تموم نشده استراحت عمومی، آخرشه، یکم مونده تموم. نه دیگه، وقتی به تعداد زیادی رسیده نه اینجا کمه. خب اینجا چیه؟ کم. اینجا دیگه زیاده. آن گفته تعداد زیادی از یافته دیوار دهلیز. آره. یعنی اینوری دیگه. بله. میگه چت و پاکو. سوال بعدی، در بدن یه فرد گزینه 2 میشه. آره 2 میشه. بله. اوره تولید میشه. کیا اوره تولید میکنن؟ اوره رو کبد. مورگا شجوریه؟ ناپیوسته است. ناپیوسته است. بله. کی دفعش میکنه؟ کلیه، منفذ دارم. کلیه. مورگا چیه؟ منفذ دارم. منفذ دارم. حالا وجه مشترک این دوتا چیه؟ قشای پای ناقص غلطه؟ ما فقط ناپیوسته است؟ قشای پای زخیم مال منفذ داره کلیه است؟ منافذ زیادی داره مال اینه؟ مال کلیه. جواب دوشه. ولی در دو انتها یه نوع رگ دارن. این ورش سیاه رگه. بابه. این سیاه رگ فوق کبدیه. فوق چی؟ کبدی. دو طرفش سیاه رگه. این دو طرفش سرخ رگه. سرخ رگ آوران، سرخ رگ باوران. سرخ رگ آوران، سرخ رگ چی؟ باوران. سوال 34. 34 من نگاه کنم گزینه 4 زدم. گزینه 4 آفرین. این سوال خیلی قشنگیه. تو هر واحد بینای جیرجیرگ اول اصلا عنبیه نداره. عنبیه نداره. چشم مرکبه. عنبیه نداره. بله. دو چرا غلطه؟ یک محفظه هوا. آقا محفظه های هوا غلطه. یه محفظه هواست که پرده شما خوش کشید. سه چرا غلطه؟ همولنف تو لوله مالپیگی جریان نداره. آفه جریان همولنف تو لوله مالپیگی نه، آتشقالای همولنف اومدن تو اینجا دیگه. مثلا نفرونای ما خون که ندارن. مثلا ما بگیم آقا جریان خون توی نفرون اینجوریه. ها؟ درسته. من جواب 4 میشه. سوال 35. 35 لازم نگاه کنم. 4 زدم اینو. آفرین 4 زدیم. ماده ژلاتینی در بخش مجانی هماننده. چون در جفتشون به هر حال با پوششی با ژلاتین در تماسه. بله. ناکن اینجا رو، ناکن اینجا رو. اگه نگاه کنی در حقیقت در تماسه، ناکن اینجا یاخته پوششی در تماس با ماده ژلاتینه. اینجا. اینجا در تماسه نه؟ بله. اینا شکلاش متفاوته. این قشای پایه است. اینجا بافت پینده سسته. تو اینم نکنین همینجوریه. اینجا هم شما چیه؟ با پوششی در تماسه. جفتش. جواب گزینه چند شد؟ گزینه 4 شد. 4 شد. سوال 36 چند زدی؟ یه لحظه نگاه کنم. 4 زدم. 4 میشه. بله. بله. در بخش از لوله گوارش گاو که آنزیم
ترشح میگردن شیردان شیردانه نه؟ بله اون هزار لا آبگیری میکنه این هزار لاست بله بزرگترین بخش معده گاوه سیرابیه. کجاست؟ سیرابیه سیرابیه سلولاز ترشح نمیکنه سلولاز جانور غلطه جانور سلولاز میکروب باکتری سلولاز میکروب فرد آسیاب کردن غذا کجاست؟ چینه‌دان چینه‌دانه بله آنز گوبه اصلا چینه‌دان سنگ‌دان اصلا هیچ نه چینه‌دان نه سنگ آنز گوارشی نمی‌سازه بله خودش آنز گوارشی نمی‌سازه جواب 4 میشه 37 بذار یکی دیگه بیاد خسته نباشید خسته نباشید خدا حافظ خدا سلام استاد صدا میاد سال 37 در یه فرد خارشترین یاخته هایی چیه؟ تنه استخون یکی رو بس کن این آزمون دیشب رو یک سوتی که دادن قبل از که آزمون تمام بشه جواب رو تو گذاشتن بخاطر از ساعت 12 به بعد چی بود که سوالش؟ آه استخون بود سلام خوبی؟ سلام استاد خسته نباش مرسی قربانه چند زدی سوال رو؟ جواب رو؟ من جواب این سوال رو یه لحظه ببرم 37 دیگه گزینه یک زدم ولی 3 نمیدونم چرا آه گوش کن اینجا رو این یا خارشن یاخته هست درسته؟ بله خارشن یاخته اینه این خارشن یاخته هست درسته؟ لایه درونی بافت پیوندی ببینید لایه درونی اول با بافت پیوندیه که سلاش بشوردن درسته به هم چسبیدن پهنه بعد هاورس هم نیست تیغاش نامنظمه تیغاش یان بله بعد هاورس میشه منظم میشه اینم رگای خونیه نه بله خب خارشن سلا اینان دیگه خب تیغای به صورت نامنظمن درسته چه غیر هاورسن غیر چی ان ها نه استاد گفته تیغاش خانه نامنظم را احاطه کردند نه به طور حتی خب یاخته های استخونی شد دیگه اون تیغای استخونی نامنظم این سلول احاطه کردن ها کن آها آها فهمیدم فهمیدی؟ فهمیدم این یک سلوله خب یه سلوله یه سلوله یه سلول استخونیه درسته؟ تیغا اینجا نامنظمه تیغا نامنظم درست ولی اینجا سلوله که اینجا با تیغا چی هن؟ منظم منظم احاطه شده درسته؟ درست این هم که غلطه سیستم هاورس نیست در سمت داخل یاخته پهن هم که درسته؟ صحیحه در نزدیک رگای خونی هم که درسته دور از مغز قرمزه جواب چند میشه؟ 3 میشه ببخش که به تو راحت میگفته نمیشه دالو گلت گرفت چی؟ دالو گلت بگیریم چون گفته به تو راحت خب درسته دیگه غلطه دیگه نه درسته یعنی خب از مغز قرمز دوره دیگه نه نزدیکی رگ های خونی آخه خب رگ خونی همه جا هست دیگه آقا تو یا چی تو باشه همه جای بدن به جز قرنی و عدسی نزدیک رگ خونی هست تو دهم تو چی بله تو دهم اگه دقت کنی ناکن بیارم جمله کتاب رو تو قسمت رگا ناکن مویرگا اینجا بیشتر یاختای بدن تا مویرگا حدود چقدر؟ 20 میکرومتر فاصله دارن فقط گفتم عدسی و قرنیه رگ خونی ندارن بقیه جا رگ دارن میگه فتوسنتز که نمی کنن آقای دکتر درسته؟ بله 38 چند زدی؟ 38 تو 4 زدم 38 شان آزمون تو چند زدی آقای دکتر آزمون رو کم زدم 50 زدم شد خراب کردی ها تقیه تستی که صورت سوال بود اونا من همه شو اشتباه کردم خیلی خوب انشالله دیگه تو نکته است که اومدی اینا چیزات رو حل کنی باشه بله. یعنی ما هر هفته از اینا 100 تا تست میذاریم دوشنبهش تحلیل میکنیم خب سوال 38 چند زدی آقای دکتر؟ 4 زدم من
بله. مغز قرمز و سخون درون میلاوس درون صفا نیست، دور توش ناکه درون نیست نه؟ بله. لابلای ایناست نه؟ یک سری حفراته، یک سری چی هن؟ حفراتن. در بین صفات استخوان یک سری حفراتن، حفراتن که مغز قرمز تو حفرات قرار گرفته. بقیش درسته. 39 چند زدی آقای دکتر؟ 39 آفر یکه. این سیستم نایدیسیه نه؟ این چیه؟ نایدیس توی حشرات. تو حشرات. توی حشرات. گفته که کدام ویژگی زیر داره هر جانوری. چار چرا غلطه؟ چار چرا غلطه؟ استاد اون هسته های دیپلوی زنبور نر، زنبور نر، زنبور نر اینه نه؟ زنبور نر اینه. بله. زنبور نر اینه. سه چرا غلطه؟ مویرگ ندارن. آفه حشر مویرگ ندارن. دو چرا غلطه؟ دو هم مجزا گفته. چنگیره به همجوش خورده. مجزا به همجوش خورده است. چیه؟ به همجوش خورده. به همجوش خورده. جواب دو. ولی همه حشرات، همه حشرات لوله گوارش دارن. لوله گوارشون هم کامله. خب. چهل چند زدی؟ چهل و من سه زدم. فقط الفش غلطه. آفرین. الفش غلطه. کمکاری تیروئید. کمکاری تیروئید. دمای بدن زیاد نمیشه. دمای بدن چی میشه؟ ها؟ کم میشه. پاراتیروئید پرکار بشه. کلسیم زیاد میشه. رگای کرونر تنگ میشه. کلسیم زیاد میشه. کلسیم رگا رو تنگ میکنه. کمکار بشه. کلسیم کم میشه. اختلال در انقباض مایچه داری. مثل دیافراگم. پس این درسته. فوق کلیوی کورتیزول بره بالا افزایش پیدا کنه. سیستم ایمنی ضعیف میشه. کمکار بشه. احتمالات چیه؟ تولید مثل چون میدونی چرا؟ چون استروژن ما چی میسازه؟ پروژسترون و تستوسترون هم میسازه. بله بله فوکولی هورمون های جنسی هم میسازه. ترشح هورمون رشد زیاد بشه یاخته استخوان جدید زیاد میشن، کم هم بشه شکنندگی استخوان بازداری ما. درسته؟ بله. سال 41 چند زدید آقای؟ 41 من 3 زدم. چون گفته یا زنبور اصلی که توانای میوز نداره همون نره. گفته نر نمیتونه توی تولید مثل جنسی. زنبور اصلی که آفرین 3 میشه. زنبور اصلی که توانای میوز نداره میشه میتونه کی باشه؟ کارگرها باشن؟ یکم چی؟ زنبور چی؟ نر نه؟ بله. برخلاف زنبوری که بکرزایی دار میکنه که ماده است نه؟ نمیتونه در طور مثل شرکت کنه. غلطه. نرها میتونه. آفه نرها میتونه. نرها چیه؟ میتونه. نرها طور مثل جنسی شرکت میتونه. گزینه 4 همه کرد خود رو از یه والد دریافت کرده نره نه؟ بله. برخلاف زنبوری که توان تشک تترا داره چیه؟ ها؟ نمیتونه صفت حد واسط رو بزنه. چون نر اینه دیگه نه؟ نر اینه. نمیتونه صفت حد واسط رو بروز بده. 42 42 گزینه یک میشه. 42 گزینه یک میشه. یک میشه. من یک هر مایه که در تماس با عدسیه زلالی است دیگه نه؟ چیه؟ بله زلالی هست دیگه. درست. بقیش خیلی غلطن. هر مایه در تماس با قرنیه این نه عشق. عشق اینو. عشق اینجوری نیست. ماده ژله‌ای و شفاف. زجاجی هست. اون قضا تامین نمی کنه. ماده ژله‌ای و شفاف در تماس با قرنیه نه این مایه. تماس نیست. این مایه هست. غلط. حالا یکی دیگه بیاد. خسته نباشه آقای دکتر. خسته نباشه است. 43 سلام استاد. سلام خوبی؟ 43 چند زدی؟ 3 میشه استاد. 3 میشه بجز؟
جیم، چون اصلا پرتغال بدون نون رویان تشکیل نمیشه. بعد میگفت چیه برخی موزا، برخی چیه؟ موزا، بقیهش درسته، بقیهش درسته. سال 44 سال مهمیه. چند زدی؟ 4 میشه. 4. هر بافتی که از یاختای منشأ میگیره که میرسه میگه نه؟ نیست. همه بافت از میرسه منشأ میگیره که حساش درشت و مرکزی هست، سلولاشون به هم فشرده. هر سامان یاختی که هایی داره که پورتوپلاستشو از دست میده. ببین سامانایی که ما داریم کیا هستن؟ پوششی و ها؟ زمینه‌ای و آوندی. تو اینجا بله، تو پریدر چوب پنبه داریم نه؟ بله. چوب پنبه. تو بافت زمینه اسکلرانشیم داریم که چوبی میشه نه؟ بله. تو اینجا آوند چی داریم؟ چوبی داریم. پس اینم درسته. تو همه بافت‌ها یه چیزی داریم که میمیره. خب قابل تشخیصی از بافت‌ها از یاخته گوناگونیه، درسته؟ درسته. پوششی تو بافت پلاستن تو پریدرم میریسم داریم، کامبیوم داریم، پوششی داریم، خودت پارانشیم داریم، پارانشیم از پوست. تو زمینه اسکلرانشیم داریم، درسته؟ بله. کلانشیم داریم، پارانشیم داریم، تو بافت آوندی هم بچ آوند چوبی داریم، آبکش داریم، باز پارانشیم آبکشی داریم. فضای بین پوست و بافت آوندی پر میکنه زمینه ایه نه؟ زمینه. انواعی از استحکامی ها داره، بله. کلانشیم و اسکلرانشیم نه؟ بله استاد. تا جواب 4 میشه، جواب 4 میشه. استاد سوال خیلی با جزوه‌تون تطابق داره. این نکات جزوه بود. آره. خیلی عالی. 45 چند زدید آقای یوسف؟ وزنی 2 زدم. بله 2. تعریف گردافشانیه. در تولید جنسی گرد افشان ها دانه های گرده رو از گلی به گل دیگه چیه؟ میبرن. به دنبال هر گرد افشان لوله گرده ایجاد میشه؟ نه. اگر به پذیرت شرطی بپذیرد. در اگر گل یک گل باید رو گل دیگه بشینه؟ نه، رو خودش هم میتونه بشینه. رو خودش هم میتونه. همه گلایی که گرد افشانی انجام میده نیاز به جانوران دارن؟ آش آفر، شاید باد انجام بده، شاید چی؟ باد انجام. سوال 46 استاد اینم سه بکنم درسته؟ این فقط جیمش غلطه آقای دکتر. جیمش غلطه. در نوع بیماری مربوط به دستگاه چی؟ ایمنی. به دنبال افزایش گلوکوز اوره خون؟ بله. تو دیابت شیرین. دیابت چی؟ شیرین. چون آمونیاک تولید میشه، پروتینا میسوزن، اوره خون بالا میره. تو کورتیزول بره بالا، کورتیزول بره بالا، سیستمینی سرکوب میشه، لنفوسیت‌ها کم میشن. ولی این غلطه. ما بین هیپوتالاموس حفیظ پسین هورمون اکسیتوسین با آکسون میاد، با رگ نمیاد. در نوع بیماری مربوط به تیروئید هاش مثبت زیاد میشه. خب بله دیگه، وقتی پرکار بشه هاش مثبت زیاد میشه، درست. 47 چند زدید آقای دکتر؟ 4 موردش غلطه. 4 مورد غلطه. الف چرا غلطه؟ برای اینکه درون شش های خود ساخته میشه. آفرین. درون شش کیسه هوادار نیست. درون شش کیسه هوادار جزء شش نیست، داخل شش نیست، بیرون شش. به چرا غلطه؟ برای اینکه ماهیان آب شیرین، ماهی آب شیرین، ماهی آب شیرین لای مخاطی دارن ولی آب شش دارن. جیم چی؟ جیم اینجا حلزون. آفر، حلزون و لیسه. حلزون و لیسه شش دارن ولی بی مهرنگ، گرشخون مضاف ندارن. دال من فکر کنم هست شده ولی تو شکنه کرم خاکی. کرم خاکی مویرگ داره نه؟ کرم خاکی مویرگ داره، گرشخونش بسته است ولی کلیه نداره، درسته؟ ایمان. سال 48 برنده لقا وقتی انجام میشه میوز دوه نه؟ میوز دو. در میوز دو کراسینگ آب رخ نمیده. نمیده. پس این غلطه. ولی بقیهش درستن. بقیهش یه هم درستن.
سوال 49 چند زدید آقای یوسف؟ گزینه 1 کدوم مورد؟ گزینه دال که میگه در انتهای مری ببین فقط بعضی از مهره دارن فقط بعضی ببین اینا تو همه شونه کیسه هوادار تو پرندگان نه؟ تو کیان؟ همه پرندگان از قلبشون خون تیره رد میشه تو همه شون ساختار کلی شبیه به خزندگانه تو همه شون کارهای دستگاه تنفسی بالاتر از پستان داره فقط این تو برخیال شونه این چیه؟ برخی چیندان و سنگدان برای دانه خاراست به چی؟ دانه خاراست جواب یک میشه خب سوال آخر چند جد جواب دادی؟ سه میشه. بخاطر اینکه گفته دریچه که با به مشخص شده چه لختی الف که میتراله نه الف چیه میترال ب سه لختیه ه کورونر چیه چپه کورونر چیه این سینیه ششیه این سینیه چی آورتیه خب وقت انقباض دهلیز داریم به باز می شود غلطه نه؟ از قبل به باز بوده الف و به از قبل باز بودن چون موقع انقباض دهلیز از قبل دریچه ها باز بودن موقع انقباض دهلیز دریچه باز نمیشه باز شدن و بست شدن دریچه ها هنگام شروع یا موقع انقباض بطنه یا موقع استراحت بطنه باز و بست شدن دریچه ها وابسته به بطنه بچه وابسته به بطنه یعنی شما راحت میتونی بزنی که وقتی نگه انقباض باز می شود غلطه موقع انقباض دهلیز هیچ دریچه نه باز میشه نه بسته میشه استاد یه سوال داشتم بفرم همه صدها جایز نتفرس می گیره چان؟ همه صد نفهمیدم استاد همه اونه که صد زدن نتفرس می برن اصلا آقای دکتر نه تا ساعت 12 که تا 12 تا زمان کلید اومده هیچ کس صد نزده نگران نباش درست یعنی هر کس صد زده تقلب کرده درست اصلا خیلی ممنون در صحبتتون خیلی خوشحالم امسال شاگردتون حالا ممکن تقلب هم نکرده باشه ولی معیار ما تا 12:15 خدا حافظ خب خسته نباشید بچه خسته نباشید این هفته دوشنبه کلاس نکته اسم شروع میشه فقط یک نظرسنجی براتون بگیریم من برای که برای جلسه اول کل جانوری رو بگیم بهتره یا کل گیاهی اونه که جانوری میگن یک گیاهی میگن چی دو گزینه دور بزنیم کل جانوری دهم یازدهم کل گیاهی بینیم جلسه یک نظرسنجی بذارید چی؟ نظرسنجی از صفرش کن صفر شد اینجا که صفر نیست رفرش میشه نظرسنجی کل جانوری بگیم یا کل چی گیاهی رو میگن گیاهی بوجه بندی قلمچی هم هست ها این هفته جوجه بدنی قلمچی گیاهیه یکی بیاد رو خط برنامه قلمچی رو داری یکی بیاد رو خط سلام قلمچی جانوری یا گیاهیه بنویسید بچه‌ها کسی نه نمی‌تونه بیاد رو خط سلام بوجه بندی قلمچی این جمعه نه جمعه بعد ها گیاهی این جمعه گیاهی همین جمعه که میاد یعنی فردا نه جمعه آینده گیاهی جمعه آینده کل گیاهی ها بعد جمعه بعدش بل. کل جانوری ها بله آها خیلی باشه بله خب خسته نباشید پس من طبق برنامه ببینم قلمچی چجوریه بس اون برای شنبه ان شاء الله روی پیجم میذارم برنامه چیز رو نکتست شروع از اردیبهشت رو خسته نباشید